تعداد پیچخوردگی ها آلتر شده، تغییر کرده با این مقدار عددی WR که بهش میگن عدد ابرمار پیچ در قیاس با TW ما که عدد پیچ بود. حاصل جمع این دوتا یعنی چقدر پیچ داشتیم در خود رشته خودمون و حالا چقدر دوچار ابرمار پیچ خوردگی شده رشتمون، یک عدد جدید رو درست میکنه که بهش LK یا لینکینگ نامبر یا عدد توپولوژیک میگن. حاصل WR کم و زیاد شدن هایی که به واسطه WR رخ میده در ابرمار پیچ خوردگی با TW LK رو برای ما درست میکنه. یعنی چقدر TW داشتیم، حالا WR چه تغییر روش میده و حالا چه مقدار LK داریم. این که ما چقدر WR داریم یعنی میتونه WR ما یک عدد مثبت باشه یا یک عدد منفی باشه. هر دوتای اینها باعث ایجاد ابرمار پیچ میشن. در مورد مثبت ما به ساختار اونی مارپیچ مثبت و در مورد منفی میگیم مارپیچ منفی. در واقع مثبت زیادتر پیچ خورده، دچار افزایش پیچ خوردگی شده و ما بهش یک ساختار overwound میگیم، یعنی بیش پیچیده. و قاعدتا ساختار underwound ما ساختاریه که در اثر پیچ خوردن منفی درست شده و تعداد دفعات پیچش کمتر از شکل استاندارد ریلکس DNA ما هست. تغییرات LK به واسطه WR توسط پارامتری به نام چگالی ابرمار پیچ یا سیگما شناسایی میشه. پس ما برای توصیف کردن سیگما میگیم تغییرات عدد توپولوژیک در اثر WR مثبت یا منفی که ایجاد شدن نسبت به LK اولیه‌مون که ساختار قبل از ابرمار پیچ خوردگی داشته و تغییری درش حاصل نشده بوده. هر چقدر سیگما بیشتر باشه یعنی ساختار ما بیشتر از فرم ریلکس فاصله گرفته و پایداریش کمتره و تحت تنش بیشتریه. آنزیم های توپو ایزومراز هستن که میان WR رو تغییر میدن. حالا اگر توپو ایزومراز ما نوع 1 باشه، یعنی تغییرات ما به علاوه منهای 1 در مورد WR خواهد بود، و اگر توپو ایزومراز نوع 2 باشه تغییرات ما به علاوه منهای 2 خواهد بود، که ما به واسطه این کار میایم ساختار مارپیچی خودمون رو بازتر یعنی مارپیچ منفی و فشرده تر یعنی مارپیچ مثبت میکنیم. به عبارت ساده تر، تغییرات LK همواره وقتی که مثبت و منفی 1 باشه ما در مورد توپو ایزومراز نوع 1، و وقتی تغییرات LK ما به اندازه 2 بیشتر یا کمتر باشه در مورد توپو ایزومراز نوع 2 حرف میزنیم. این که ساختار ما overwound بشه همواره برای ما به معنای پایین اومدن پایداریش میشه، ولی در این حال این فشردگی باعث میشه که جای کمتری در فضا بگیره و برخی پارامترهای فیزیکیش متفاوت باشه با شکل ریلکس DNA. مثلا راحتر رسوب بکنه چون فشرده تره و استکاک کمتری با محیط اطراف داره و به واسطه کم شدن این استکاک کمتر در معرض زمان طولانی رسوب قرار میگیره. اما در مورد مارپیچ منفی چون ساختار ما باز شده و این پیچ خوردگی منفی باعث باز شدن پیچ ما شده، این تغییرات ضریب رسوب مثبت خواهد بود و سخت‌تر رسوب میکنه چون استکاک بیشتری در مقایسه با شکل overwound یا مثبت داره. پس ما DNA ریلکسمون رو به چه شکلی توصیف میکنیم؟ وقتی که هیچ ابرمار پیچ خوردگی دیده نشه، یعنی مقدار WR ما برابر 0 باشه، اون وقت TW ما که حاصل جمع اون با WR میشد LK، الان میشه مساوی LK چون WR برابر 0 و DNA ما در فرم کاملا ریلکس و بدون هیچ تغییر ساختاری ساختار خودش رو حفظ میکنه، نه overwound نه underwound. درست ممکنه دیرتر از مارپیچ مثبت رسوب کنه، ولی از هر دو، یعنی هم از مارپیچ مثبت و هم از مارپیچ منفی پایدار تره. ما این پایداری رو فقط وقتی میتونیم از để xa, để xa nó
này dài ấy, cái hộp nước á, cũng nhiều thời gian nó còn chưa cắm trên đầu gối. Qua bữa hôm cứ cắm ổ điện chuồng gà ra, cái này giật nhảy nó ngào thì nhà ai nghe cũng nghe. Mai mà dây điện không theo, cái dây điện mà theo thì không ngào thì cứ chết rồi. Nhà anh hai năm nay buồn cười lắm.